اخلاقش اینجوریه، میبره تا مرز ناامیدی، بگو دارمت، با این خدا زندگی کن. مشکل گره افتاد تو زندگیت، بگو خدا میدونم بلدی برطرفش کن. نمیکنی، لبخند بزن، عمدن نمیکنی، تو بلد. قاطی نمیکنم، قاطی نکن، بلده. ما یه زمانی گفتیم آقا بچه ها رو میبرید اردو، اینقدر کلاس براشون نگذارید، آموزش ندید، با عمل تو اردو یاد بدید. گفتن با عمل چیکار کنیم؟ گفتم یه شب آش بدید تو اردو. گفتن خب آش زیاد میدیم شب ها، مثلا سوپ آش. گفتم اون شب قاشق پخش نکنیم، آش قاشق ها نرسیده بچه ها. یکی فوش میده، یکی تیکه میندازه، یکی میگه آبا اینا هم ارزه مدیریت ندن، قاشق ندیوردن. آخه آسوب ها اینجا با دست خورد که. یکی هورت میکشه، یکی میره قاشق خودشو از تو کیف میاره، یکی قاشق خودشو میده به دیگری، یکی دیگری اون مسخره میکنه، میگه تو دیدی قاشق نیاوردی، من آوردم. همه خودشونو نشون میدن، نشون که دادن بعد بگو قاشق اینجا پشت پرده بود، از اونایی که خوب برخورد کردن تشکر میکنیم، قاشق رو توضیح کن، همه سراشون نزن پایین. تمام کمبودای زندگی همینه، پشت پرده هست. الان تو چی میخوای؟ میخوای ازدواج کنی؟ هست پشت پرده. باور کن پشت پرده هست. خونه میخوای؟ پشت پرده هست. وام میخوای؟ هست. نمیده، عمدن نمیده، میخواد اکسون همه تو رو ببینه. حالا داره، خدا خدا همینه رو داره، داره اینا رو. چه اینجوری ناباورانه نگاه میکنی؟ تو اطلاعیه های بانک مرکزی و بانک مسکن میگرده ببینه کجاست، میگم پشت پرده است، همه روزی های تو هست، نمیده، عمدن نمیده. بعد گفتم که یه شب که بچه ها اینجوری خجالت زده شدن، بعد شب دیگه مثلا بگو شام نیست اصلا امشب، میخندن میگن اشکال نداره. باور کن، میگن اشکال نداره. چقدر بابا شما رضایت رو در چهره اینا ببین، اینا ادب شدن، شرمنده شون کردن شب قبل. میگن شام نیست، حالا بلند شید برید. میگن بله میریم، اشکال نداره، یه شب هم بیشم. بابا یه نقی بزن. میگن تا نق بزنی من اونور میاد باید آبروی حیثیتمون رفته است. آدم بشن تو اردو، اینجوری باشون برخورد کنی. خدا شده من نمیخوام تفریحی با شما حرف بزنم، میخوام بگیرید مطلبو. مثل امام زندگی کن. امام اینجوری زندگی میکرد، نه بی برنامه ها. اینا دلیل بر بی برنامه بودن انسان نمیشه، تو برنامه تو بریز، ولی کنارش اینقدر توکل. به رفقا یادمه تو یه اردویی بود، گفتم بیاد این کارو بکنیم، زیرپیرنشو انداخته اونجا، زیرپیرنشو وردار، بعد یه زیرپیرن دیگه میآوردیم مینداختیم رو زمین، گلی میشد. بگو آی زیرپیرن تو، مثل این زیرپیرن تو. بگو آره آره عجب فلان فلان شده، آیا نگاه کن آقا تو زیرپیرن دخوا زمین یه فوشی مثلا میده. بعد زیرپیرن شوش میده، این زیرپیرن تو، اون یکی علکی انداخته بودیم زمین، زود فوش دادی. بعد دیگه آقا هر اتفاقی تو این اردو میافتاد دیگه هیچ کسی چی نمیگفت. آقا کفشت نیست، میگم خب حالا اشکال نداره. همین که تا دو روز قبل کفری میشد زمین آسمون به هم میدوخت، فهمید حالا همه چی بازیه.